در حکومت‌های گذشته به جای آموزش تعلیمات دینی مردم را با نوع حکومت اسلامی و همچنین شخصیت‌های دینی و مذهبی آشنا می‌کردند، شاید ما در قرن 21 با چنین سرنوشت شومی دست به گریبان نبودیم. از شخصیت‌هایی که مردم ایران را با نوع حکومت اسلامی و شخصیت خمینی آشنا می کرد، سید محمد باقر شفتی است. شفتی در مدت زمان کوتاهی که در اصفهان برای خود حکومت اسلامی برپا کرده بود، جنایتی همانند جنایت‌ها و کشتارهای خمینی را راه انداخته بود. شناخت این نوع حکومت و شخصیت می توانست مردم را با خمینی و حکومتی که در آینده قرار هست در ایران برپا کند آشنا می کرد. شفتی در سال 1139 در ایران به دنیا آمد و پس از تحصیلات علوم اسلامی در ایران بعد از 21 سالگی به عتبات رفت. در نجف به تحصیل علوم دینی و اسلامی پرداخت و پس از آنکه اجازه اجتهاد از معروف‌ترین روحانیون زمان خود گرفت به ایران بازگشت. شفتی وقتی وارد اصفهان شد چیزی جز یک بخچه به همراه خود نداشت، اما بعد از مدت کوتاهی تبدیل به ثروتمندترین مرد ایران شد، تا جایی که به فتحعلی شاه پول قرض میداد. شفتی در نامه‌ای به یکی از دوستان خود می نویسد: وقتی وارد اصفهان شدم چیزی جز یک جفت نعلین آخوندی و یک جلد کتاب مستدرک با قلم خود چیزی در دست نداشتم. وقتی در نجف بودم بارها از گرسنگی غش می کردم و استاد عملی طباطبایی دو قرص نان برای من در روز مقرر کرده بود، ولی الحمدلله الان صاحب همه چیز هستم. وقتی فتحعلی شاه در همان دوره به اصفهان سفر کرد، سید محمد باقر شفتی با چنان جلال و جبروت با محافظان خود به دیدار فتحعلی شاه رفت که انگار شاهی به دیدن شاهی دیگر می رود. شفتی سوار بر فیل هندی به دیدن فتحعلی شاه رفت و در تمام مدتی که در حضور فتحعلی شاه بود هیچ احترامی به شاه ایران قائل نبود و همچنین از طرف شیعیان هندوستان تمام سهم امام سوار بر فیل‌های هندی می‌شد و به این حجت الاسلام ارسال می‌گردید. در طول مسیر این اموال توسط سربازان هندی و انگلیسی محافظت می‌شدند تا به دست سید محمد باقر شفتی برسند. و اما بعد از فتحعلی شاه، محمد شاه بر تخت نشست و وضع به همین منوال می گذشت. تا جایی که شیخ محمد باقر شفتی با اراذل اوباش و جیرخارانی که در اطراف خود داشت، همانند سپاهیان و بسیجیانی که در دور خمینی جمع شده بودند، مردم اصفهان را بر علیه محمد شاه می شوراند. تا جایی که وقتی برادران محمد شاه بر علیه او به پا خواسته بودند، شیخ محمد باقر شفتی با جیرخاران خود از برادران محمد شاه حمایت می کردند. در همون زمان قائم مقام فراهانی نامه تهدیدآمیز به شفتی نوشت، اما کاری از پیش نبردند. تا جایی که وقتی محمد شاه در همون زمان خسرو خان قرجی را به عنوان والی به اصفهان فرستاد، چون خسرو خان قرجی به این روحانی اعتنایی نکرد، باعث شد که مردم بر علیه خسرو خان بشورند و از حکومت
عزل شود. در واقع می توان گفت که شفتی قدرت بلا منازع اصفهان و بلاد اطراف بود، تا جایی که خود احکام و قوانین اسلامی را اجرا می کرد و کسانی که سید محمد باقر شفتی آنها را حد زده بود و احکام و مجازات اسلامی را بر روی آنها اجرا کرده بود از شمارش خارج است. و اما کسانی که سید محمد باقر شفتی با اجرا و دستورات احکام اسلامی با دست خود گردن آنها را زده بود 120 نفر گزارش شده است. به این صورت که اگر کسی را به عنوان متهم نزد سید محمد باقر شفتی می بردند، هرچند اگر طرف متهم به انجام عملی خلاف نبود، محمد باقر شفتی ابتدا به نماز می ایستاد و شخص مورد نظر را مجبور می کرد با او به نماز بایستد. بعد از آنکه دو رکعت نماز می خواندند، شروع می کرد به دعا و ناله و گریه و استغاثه و از شخص مورد نظر می خواست که همراه او به گریه و دعا مشغول شود. ساعتها به همین منوال می گذشت تا آنکه شروع می کردن به شفاعت خواستن از جدش و همچنین متوسل شدن به ائمه برای بخشش متهم مورد نظر. در نهایت بعد از ساعتها شخص به اتهام هایی که شفتی برای او ردیف می کرد از جد شفتی و همچنین از ائمه اطهار شفاعت می طلبید و به گناهان نکرده خود در بین این گریه و زاری و دعا اعتراف می کرد. البته بیشتر مواقع ممکن بود اعترافات فقط تکرار حرفای شفتی بوده باشد و اما شفتی از همین شفاعت ها اعترافات ساختگی او استفاده می کرد و بعد از نماز خود با دست خود گردن متهم را می زد. و پس از آنکه متهم به مجازات خود می رسید، برای او نماز میت برگزار می کرد و بعد از آن در قبرستانی به نام لعنت آباد که در پشت خانه خود ساخته بود به خاک می سپرد. شفتی همانند بقیه زمامداران اسلامی در عصر ما بسیار مردم فریب بود. از حکایت هایی که یکی از هم محلی های شفتی در مورد او گفته است این است که هنگامی که قبل از نماز صبح به حمام می رفت، از جلوی درب منزل شفتی می گذارد. صدای شفتی را در حال گریه و ناله و استغاثه می شنود. وقتی به حمام می رود و بعد از 2 ساعت بر می گردد، هنوز هم شفتی در حال گریه و دعا و ناله بود. و همچنین حکایت دیگری است که شفتی در حجره خود یک ظرف انگوری را بر روی تاخچه گذاشته بود و روزها به آن دست نمی زد. وقتی دوستان شفتی از او سوال می کنند که چرا از انگور نمی خورد، می گوید انگور را گذاشتم تا بر نفس خود غلبه کنم. در حالی که حتی گزارش شده که شفتی در بین نماز گردن کسانی را که به عنوان متهم تشخیص میداد میزد. می توان گفت شفتی همانند خمینی یک حجت الاسلامی به تمام معنا روانی بود، به طوری که شهوت مال و مقام و ثروت چنان او را تسخیر کرده بود که از کشتن لذت می برد. وقتی جان مردم را می گرفت، احساس شعف و خوشحالی به او دست می داد و همین امر باعث شده بود که کسانی که در دوربر او هستند شفتی را به عنوان یک
انسان کامل و کسی که در اجرای احکام تمام عدالت را برقرار می کند و اجرا می کند بشناسند. وقتی شفتی فوت کرد، برای شفتی تشییع جنازه بی نظیر که تا آن زمان در ایران وجود نداشت برگزار کردند. یعنی دقیقا همان تشییع جنازه که دوباره برای خمینی تکرار شد. هفته ها بر سرسر ایران اعضای عمومی اعلام شد و تمام کسانی که به دست شفتی شلاق خورده بودند یا کسانی که عزیزانشان با دستان خود شفتی گردن زده شده بود برای او عزاداری کردند. در نهایت باز هم ما معتقدیم کسانی که تاریخ را نخوانند و از تاریخ اطلاع نداشته باشند مجبور به تکرار آن خواهند بود. پس تنها راه آشنایی با گذشته که چراغ راه آینده است مطالعه است. مطالعه و آگاهی از تاریخ. از شما دوستان گرامی تقاضا دارم برای آشنایی بیشتر با تاریخ با هزاران کتابی که در سایت و کانال اینترنتی آوای بوف موجود هست مراجعه کنید، دانلود کنید، مطالعه کنید تا بتوانیم از این ورطه ناآگاهی بیرون بیاییم. آوایبوف.com